سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز در مورد تصویری هست که از تلسکوپ فضایی جیمز وب به دست اومده. خب در درون این تصویر شکل علامت سوالی وجود داره که خودش باعث به وجود اومدن سوالات خیلی زیادی در ذهن مخاطبها شده که ما در این مقاله میخوایم بیایم نظریه های مختلف رو در مورد این تصویر بررسی کنیم. و اما قبل از اینکه بخوایم متن مقاله رو شروع به بررسی کنیم، من بعد به یک نکته دیگه هم اشاره کنم و اون هم این هست که یک سری از نکاتی که در حین این ویدیو من بهش اشاره میکنم، من در یک سری سایت ها و مقاله های دیگه اونها رو مطالعه کردم و دلیل این که این مقاله رو انتخاب کردیم این بود که تعداد خیلی بیشتری از اون نکات رو در درون خودش جا داده بود، پس بهتر بود که به عنوان مقاله اصلی انتخاب بشه، چرا که تعداد بیشتری از اون نکات رو در درونش جا داده. و اما از این به متن اصلی خود مقاله. و اما نویسنده دیگه در یک مقاله دیگه به این نکته اشاره کرده بود که ما تلسکوپ های فضایی رو ساختیم و اونها رو ارتقا دادیم که بتونن واسه سوالات ما پاسخی رو پیدا کنن، اما با دیدن همچین تصویرهایی به ما اثبات میشه که این تلسکوپ ها نه تنها واسه ما پاسخی رو پیدا نکردن، بلکه با گذشت زمان دارن به سوالات قدیمی ما سوالات جدیدتری رو اضافه میکنن. و اما اگر بخوایم به تئوری هایی که حول محور این تصویر داره در فضای مجازی مطرح میشه بپردازیم، بعد بگیم که تعدادی از انسان‌ها رفتن سراغ تئوری‌های توطئه‌ای که میگه که همچین تصویر نشانه‌ای هست از انسان‌های فضایی که میخوان پیامی رو به ما انسان‌ها بر روی زمین منتقل کنن. اما اگر بخوایم به صورت علمی به همچین پدیده‌ای بپردازیم، بعد به این نکاتی که در ادامه بهش اشاره می‌کنیم آگاهی داشته باشیم. خب نکته‌ای که ما بعد در ابتدا بهش اشاره کنیم این هست که اصلاً مأموریت تلسکوپ فضایی عکس برداری از همچین پدیده ای نبوده. تلسکوپ فضایی در حال عکس برداری از یک جفت ستاره ای بوده که در کهکشان راه شیری وجود داره و فاصلش از زمین تقریبا 1470 سال نوری هست. خب از اون جهت بررسی این دو جفت ستاره اهمیت پیدا میکنه که این دو جفت ستاره ای که از جوانترین ستاره هایی هستند که در کهکشان ما با اونها مواجه هستیم و یک جورایی اگر بتونیم ادغام اونها رو بررسی کنیم، میتونیم منشأ هستی رو یک جورای حدس بزنیم که چگونه این هستی به وجود اومده. اما مسئله اصلی که ما در این مقاله میخوایم بهش بپردازیم زمانی به وجود میاد که این تصاویر به صورت عمومی منتشر میشه. خب مردم تصویر یک جسم عجیب و غریب رو در پس زمینه این دو جفت ستاره پیدا میکنن که به شکل یک علامت سوال بوده و از همین زمان به بعد هم بوده که تئوری ها و نظریه های مختلفی حول محور این شیء عجیب به وجود میاد که کلن اون اخبارها و اطلاعاتی که حول محور ادغام این دو ستاره بوده رو کنار میزنه و مسئله و توجه ها رو جلب میکنه به این شیء عجیب. خب از اینجا به بعد مقاله، روند مقاله به این صورت هست که نویسنده میاد نقل قولهای مختلف رو از دانشمندها و استادهای مختلف بیان میکنه. خب اولین نقل قولی که مقاله بهش میپردازه این رو بیان میکنه که اولین چیزی که ما میتونیم به صورت قطعی اون رو رد کنیم این هست که احتمالاً این شیء عجیب در کهکشان راه شیری وجود نداره. و اما نکته بعدی هم این هست که ما میتونیم بگیم که این یک ستاره نیست. اما در ادامه دانشمند دیگه به این نکته اشاره میکنه که احتمالاً این تصویری هست از ادغام دو کهکشان که احتمالاً میلیاردها سال نوری با ما فاصله داره. خب در ادامه این دانشمند به این نکته اشاره میکنه که در خارج از کهکشان راه شیری تعداد خیلی زیاد کهکشانها وجود دارن که در طول عمر خودشون با همسایگان خودشون برخورد میکنن که این برخوردها و ادغام شدنها به شکلهای مختلفی بروز پیدا میکنه. خب یکی از این شکلها همین شکل علامت سوالی هست که ما احتمالاً در این تصویر داریم مشاهده میکنیم. و اما در ادامه مقاله به این نکته اشاره میکنه که این اولین باری نیست که ما همچین شکلهایی رو در فضا میتونیم مشاهده کنیم. ما در قبلتر هم همچین پدیدههایی رو مشاهده کردیم، اما این اولین باری هست که اینقدر همچین پدیده‌ای توجه ها رو به خودش جلب کرده. و اما در ادامه مقاله یک نقل قول دیگه ای رو از یک دانشمند دیگه بیان میکنه. این دانشمند این رو بیان میکنه که کهکشان ها در طول عمر خودشون پیوسته در حال حرکت کردن و چرخیدن به دور خودشون هستن که جهت حرکت این کهکشان ها هم بر اساس اون گرانشی هست که داره اثر میذاره بر روی این کهکشان ها. خب همچین پدیده‌ای که داره از ادغام دو کهکشان نشأت میگیره
میره، پدیده‌ای هست که کهکشان راه شیری ما هم در نهایت بهش مبتلا میشه. خب چیزی که دانشمندها حدس میزنن این هست که احتمالاً در 4 میلیارد سال آینده کهکشان راه شیری با کهکشان مجاور خودش احتمالاً ادغام میشه و این کاملاً دور از انتظار نیست که ما همچین شکل‌هایی رو بتونیم از همچین ادغام‌هایی مشاهده کنیم. و اما در انتهای مقاله بعد به این نکته هم اشاره کنیم که خیلی از نظریه‌هایی که ما در این مقاله بهش پرداختیم نظریه‌های ابتدای دانشمندها هست و نمیتونیم آنچنان بهش استناد کنیم. پس اگر ما به دنبال جواب قطعی‌تر و دقیق‌تری هستیم، باید صبر خودمون رو بیشتر کنیم که بتونه این روند تحقیقات کامل‌تر بشه. پس یک جورایی باید بگیم که این نظریه‌هایی که در این مقاله‌ها بهش اشاره شد آنچنان قابل اتکا نیستند، چرا که خیلی از این تحقیقات هنوز کامل نشده. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.